بخیر بچه های ششمی ما حالتون خوبه؟ خب اول معرفی داشته باشیم. من شیوا امنخانی هستم، دبیر مقطع ابتدایی آموزشگاه علم پژوهان. خب بچه ها با این روزا چیکار میکنید؟ حواستون به خودتون هست؟ دستتون رو میشورید؟ از خونه که بیرون در نمیاد؟ آفرین بچه ها، حتما کنکور دستتون رو زد دوم میکنید، به هیچ عنوان از خونه بیرون در نیاید تا همدیگر رو به سلام و سلامت جلسه رو باید ببینیم. ضمن تشکر و قدردانی از مدیریت محترم آموزشگاه علم پژوهان آقای مهندس پرژبالی و همچنین خانم اکبری و کادر اداری و آموزشی آموزشگاه علم پژوهان که برای ما این فرصت رو فراهم کردن که ما توی خونه بشینیم، خیال خودمون و قلیان راحت باشه و توی خونه درس بخونیم و به سوالات کارهایی بدیم پاسخ بدیم. خب بچه ها شروع کنیم؟ شروع کنیم. بچه ها ازتون میخوام که صفحه 34 کاربرگتون رو باز کنید و البته پس بریم و سوال 19 حتما همراه خودتون ملاق و پاکن هم داشته باشید. خب شروع کنید. بچه ها توی این سوال به ما گفته محیط و مساحت شرک های زیر رو حساب کنید. خب بچه ها من میخوام دو تا از شرک ها رو محیط و مساحتشون رو محاسبه کنم. خب بچه ها این چیه؟ این دایره است. بله. خب بچه ها مساحت این دایره میشه چی؟ آهان، میشه همون مساحت دایره ولی چون نیمه تقسیم بر دو. خب شروع کنیم. مساحت دایره فرمولشی بود؟ آهان، شعا زد دره، شعا زد دره عدد پی. بچه ها قبل اینکه سوال شروع کنیم یه نکته یه بهتون میگم، این که عدد پی رو من میخوام سه در نظر بگیرم که سریعتر واسه سوالات رو هم دیگه بگیرم. شما هم اگر خواستید توی کاربر سه در نظر بگیرید مشکل نیمه. خب شروع کنیم بچه ها. این که اومده به قمت بچون از این سر دایره تا این سر دایره برای شما چی شو میخواد؟ نصف شعا. آفرین. خواب نصف جهل چه چند میشه؟ 20. بله. خب بچه ها حالا میخوام شعاش میشه 20 زد در 20 زد در عدد پی. عدد پی چند در نظر گرفتیم؟ 3. ولی عدد پی ما از 3 ممیز 4 در. خب 20 زد در 20 میشه 400. 400 زد در 3 میشه 1200. خب بچه ها مگه نصف دایره نیست؟ پس یه تقسیم بر دو داریم، درسته؟ میشه 1200 تقسیم بر دو میشه 600. خب این مساحتش حالا با هم شروع کنیم محیط رو به دست بیاریم. خب بچه ها محیط این دایره چی میشه؟ آهان، قرص و برای عدد پی. چون این دایره از تقسیم بره؟ دو. بله. خب شروع کنیم. بیست و البته بیست که محیط بیست که اون چه مانیش شعاره. پس اینجا رو اجتباه نوشتیم، باید قطرم رو بنویسیم. میشه چهل ضرب عدد پی که ما چندم بزن بیم؟ 3. تقریب بزن. خب 3 4 تا 12 تا 0شان جلو مگه نیم دایره نیست؟ تقسیم بره 2 میشه 60. خب بچه ها ما تازه محیط قسمت هلال رو محاسبه کردیم. پس محیط چی اینجا ها رو میخند دیگه نه؟ آها مگه محیط نمیشد دورتا بروشه؟ بله. خب پس ما هلالش رو دست داریم 60. بعد
همینه با این بایتش با همانه جمع میکنیم چون میخواییم محیط دو تا باشه صافه. خب شست برده چهر میشه سر پس محیط هم شد سر مسافت شد شست. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد بیرید میخوام چون به مسافت دورشو مسافت چون مسافت این کار نگم جمع نگم چون این مسافت بسه این محاسبه بایدش میخواستیم دیگه که کنش هم حساب کرد اون محیط دیگه این کچوری ما رو اذیت میکنن. خب بچه بریم سراغ قسمت بعدی. آها این یه شکل درد سرسازه، یه سوال خوب بچه ها درسته برای به سرسازه برای به سرچه یعنی پجوهانی درد سرسازه چون خیلی ساده است برای ما. البته این رو حل کردیم یکی بار که این کلاسه مجدد میخوام براتون حل کنم. خب بچه ها این چیه؟ خب من میدونم این یه قسمتی از دایره ولی دقیقا چه قسمتی از دایره؟ نیم نیست رو نیست. خب ما اول باقی ببینیم این دایره ما چند قسمت بوده. خب میرم در ادامه میدیم بچه ها. آها خب اگر من به بالا بریم اینم اگر این بری بریم آهان چند قسمت شد؟ چهار قسمت. اینا اگر ادامه بدیم به پایین آهان دایره ما چه چند قسمت؟ آفرین هشت قسمت. بچه ها چند قسمت شد از ما میخواد؟ یک دو سه میشه سه هشتم دایره. یعنی ما میتونیم محیط و مساحت رو حساب کنیم زرد بریم سه هشتم کنیم. خب شروع کنیم. خب شما چنده میخوام فعلا مساحت حساب کنم شاید من چنده شسته. بچه ها به کلاس بهتون توضیح دادم مساحت رو چی نشون میدیم؟ آفرین با از البته این نقطه تیفوشایی نقطه ای که سال هفته رو شما تا سین رو میخونید که مساحت رو با اس نشون میدیم ولی نقطه کلاس قرار شده یک کچولو هم اینا رو یاد بدیم. خب بچه که سال بعد درمون خیلی سخت هم شد. خب میان مساحتش که هست شما شهست میان شهست بزن بره شهست میکنم. خب زد در عدد بی که ما چند میگیریم؟ ما سه میگیریم. خب شهست زد در شهست میشه سه هزار و شیستر. خب سه هزار و شیستر زد در سه سه شیستر هیچ ده تا سه سه تا نه تا با یکی ده تا. آها بچه ها من تازه کلش به دستان قراره من بود که زد در سه هشتون کنیم سه هشتون داره از اونجا ما رو سه هشتون داره ما رو از اون بابا نگاه می کنیم یه من چی؟ پس باید از هر داره سه هشتون کنیم. خب چجوری سر داره بشینم یه ساعت سر رو دفت کنم؟ نه ساده می کنم. چجوری ساده می کنم؟ میام ده هزار و هشتصد رو با هشت ساده می کنم. خب بچه ها من از نشسته کمک می گیرم ولی شما توی خونه این کار رو نمی کنید. شما با استفاده از تقسیم چند بشی ساده می کنید. خب ما برای اینکه زمانمون توی زمان سر بجوری کنیم بتونیم سوالات بیشتری حل کنیم این کار انجام میدیم. تقسیم این بسید و من بچه کجاست؟ اینجا تقسیمش رو نداریم سنگه. بله زار رو داریم ولی تقسیم رو نداریم. اشکال نداره بچه ها با هم دیگه تقسیمش رو انجام بدیم به صورت جلوسی. خب میشه ده هزار و هشتصد تقسیم بر هشت. دو رقم جدا میکنیم تو ده تا یک هشت تا از هشت ده تا برم هشتش بره دو یه رقم میارم پایین تو بیست و هشت تا چند تا هشت تا هست؟
خب 4 میشه 32 بگه خب پس 3 هشتا میشه 24 3 هشتا میشه 24 خب این که همشه میشه 4 این میشه 3 یه دونه 0 میام این خب تو 40 تا چند تا 8 دارم بچه 5 تا 8 داریم یه دونه 0 بگم یه دونه که اون 0 هم لوش میذارم خب بچه میشه 1350 ضرب بره 3 چون ما تازه تقسیم بره 8 کردیم خب ماشین حسابمون میشه 4050 همین های بچه ها مجدد برکنیست خب پنجاه باشه 4050 حالا بچه ها میخوام چی رو به دست بیاریم؟ میخوام محیبش رو به دست بیاریم خب من این دلیل سفر رو پاک میکنم که جا برای محیط پایین داشته باشیم خب بچه حالا میخوام محیط شدیم محاسبه کنیم محیط چی بود بچه ها آها محیط بود قوس هم درده بود بچه های چسبی که ما داده شعار برکه بود شده دست بیان و شعار زب داره دو کنم دو شخص هم چه 120 پس میشه 120 زب در عدد پی خب 3 0 0 6 میشه 360 آها دوباره به 3 8 من نگاه کنم میگه من نداره نه تو تازه پول بداری را حساب کردیم پس میگه 360 زب در 3 8 میکنم خب دوباره اینجا با هم دیگه ساده کنیم 360 تازه ببینیم اینجا تقسیم رو پیدا نکردیم خب نه اینجا تقسیممون نیستش مثل این کلش خب بچه ها بیان 360 رو ابتدا تقسیم بر 8 کنیم بعد ضرب بر 3 بچه ها من پاسخ خیلی رو دارم که از روی اینجا من پاسخش رو بهتون میگم خب 360 ضرب بر 3 تقسیم بر 8 خب این 1 مرتبه این 45 مرتبه 45 ضرب بر 3 میشه 135 آفرین خب بچه ها من تازه چی به دست آوردم تازه من محیط دایره رو به دست آوردم یادم نباید بره که به هیچ عنوان جمع این زل و این زل چرا؟ چون گفتیم محیط تازه الان محیط هلال رو به دست آوردیم این دوتا موندم خب میام 135 یه بار بعد نشست یه بارم برداره 60 جواب ما میشه 255 خب بچه ها این الان شد مسافت و محیط دو تا شکل یه دونه شکل اول داریم از اون میخوام رو خودتون حل کنیم که تمام به این فرصت بریم سراغ سوالات بعد خب سالمیش چی گفته؟ در این کچه فرمزی محیط و مساحت قسمت رنگی رو محاسبه کنیم خب بچه ها من میخوام چند تا از این سوالات رو حل کنم یکی از سوالات رو حل کنم اینه و یکی هم اینه خب بچه ها نگاه این شکل رو ببینیم بذار بازش کنیم بزرگترش کنیم یک کامل متوجه بشیم خب بچه ها اینجا اینجا شما یه دونه چی دارید؟ آها اینجا یه دونه مستطیل دارید که از یه طرفش یه گاز خورده شده بعد این کچ شده بهش اضافه شده بکنم یه سیب داریم از یه طرفش گاز داریم خب پس ما میم چیکار بکنیم؟ آها ما
داشت. تصمیم چه شکلی اون چی میشه؟ یه دونه مستطیل. پس ما مهم با مساحت مستطیل رو حساب میکنیم. مساحت مستطیل چی بود؟ طول و عرض. محیط مستطیل چی بود؟ طول و عرض ضرب دو. خب پس بریم سراغ شکل بعدی. یه محاسبه نمیم بچه محاسباتشون سوال محاسباتشون خودتون انجام بدید. بریم سراغ این بچه شکل نگاه کنید اینجا ببینید یه دونه مستطیل دارم با یه دونه چی بچه با آخان با یه دونه اما دوتا این دایره که اینا هم بچسبن میشه یه دایره یه کام پس باید محیط و مسافت یه دایره رو هستم یه مستطیل شروع کنیم. خب ابتدا شروع میکنیم. اول بچه ها بذارید ببینم اینجا ماشین حساب من تقسیمش رو بذارید ببینم چجوری میتونم بیارم. البته بچه ها مشکل نداره به من از پایه باشید ولی میخوام که رسم ماشین حساب رو برم بیارم. خب من خب حالی بریم سراغ ادامهش. ببینید بچه ها اینجا پس ما یه دونه نیمیا یه دایره کامل بشیم یه مستطیل. پس اما شروع بریم مساحتش رو به دست بریم. مساحت دایره چی؟ بچه من داخلش به دست میارم مساحت. مساحت دایره چی؟ چه شعا زد در شعا. خب مساحت رو چی میشون بریم با ارس آفرین نکته ساده مفهومی که دو ساله شیشه من رو صحبت کردیم. خب حالا مساحت چی بود؟ شعازت شعا بچه ها اینی که به من داده قطع من نصفش میکنم میشه 20. پس میشه 20 زرده 20 زرده عدد بی که ما میخواد 3 به 2 میشه 5 14 نمیگیریم که سر کنم جمع برسیم. خب زب در سر میشه 1200. بچه اینجا هم تقسیم کنم نه این که این دایره درست نصفشون داره ولی نصفش این برای این رو هم بجرسونم که یه دایره کامل. حالا کام مساحت مستطیل رو دست بیارم. مساحت مستطیل میشه 2 زب در عرض میشه 8 دایره به علاوه چه من پشت زبط در چه بچه رو باز میخوام چون من ساقت در پرست میام یه محیط نیستش که جمع کنیم هشتاد زبط در چه. خب دو تا صفرش رو میذارم چهارشتا سی و دوتا. حالا بچه این رو با هم جمع میکنم. چرا جمع کنم؟ چون میخوام من ساقت کلش رو به دست بیارم. خب جمع کلش خب یک کام بکنم ده کام میشه چهار میشه 4400. خب بچه ها این چون مسئله بشه. حالا در این سراغ مهم مهم کچولو میگه کچولو به مسئله فرم کن باید کاری بیشتری انجام بدید. خب شروع کنیم مهم اینجا بچه ها چی داریم؟ ما اینجا دوباره یه دونه دایره داریم یه دونه مسئله فرم محیط یعنی دور تا رو الان به من نگاه کنید. به من نگاه کن ببینید کدوم سیر من در نظر نمیگیرم. پس جمع محیط هم کنزه رو نباید در نظر بگیرم. محیط من نمیشه دور تا دور. خواب بریم از اینجا شکنم این هست این هست این هست این هم هست ای. پس من این دور زیر ای وسط مستطیل چی؟ اونا نیستن. پس تو جمع کردن محیط با اونا کاری ندارم. شروع کنیم. خب دایره رو که کار کنم بله پس مساحت دایره رو محاسبه کنیم. مساحت دایره چی بود بچه ها؟ شعا نه محیط دایره بچه محیط دایره چی بود؟ قرص در عدد خب قطرم چنده؟ چهه. شروع کنیم محیط ها چی نشون میدادیم؟ نکته سال هفتمی سال هفتمی که پیششون گفتیم با پی بله اینا رو گفتیم با هم که وقتی میریم سال هفتم بفهمیم این هم این حروف از کجا آمده زیاد برامون سخت نمیشه. خب حالا پی میشه محیط میشه قطر ضرب عدد پی. خب یعنی چی دیگه ضرب سه. خب سه چهتا صد و بیستا این از دایره. حالا بچه ها محیط مستقیم
تاثیر رو فرمول بگیریم نه، چون که خب نه، ما فقط دو تا زیرشو میخوام ببینیم، یعنی کدوم، یعنی یه دونه این 80 رو میخوام، یه دونه این 80 رو پایین تا محیط رو پایین دوتا جمع میکنم. بله این میشه 160، اینا با هم جمع میشه میشه 280 و هر سه میلیمتر داده میشه 280 میلیمتر، به سانتی تبدیلش کنم میشه 28 سانتی. خب بچه ها این هم میشه سخت؟ نه نه راحت. خب حالا بریم سراغ شکلی بعد. شکل توضیح کوتاه میدم، بریم شکل براتون محاسبه میکنم. شکل از خود بخوام خودتون حساب کنم. توضیح چیه؟ خب اینجا من یه مثبتی دارم و یه ذره از این برش کندم، یه ذره از اون برش کندم. آها، پس از مثلا وقتی میگم کندم یعنی باید تفریق انجام بدیم. خب تفریق چی؟ مثلا یه مستطیل محاسبه میشه، یه دایره محاسبه میشه، از هم کم میشه. چرا دایره؟ چون یه نیم برده هم یه نیم بر با هر جمع شده میشه یه دایره کامل. حالا محیطش چجوری؟ محیطش هم همینطور. آها مثل محیط دایره رو به دست میاد و چون ایزل مستطیل برای من مهمه، این و این هست محیط هم با این بتازه جمع کنم. خب پس الان بریم سراغ قسمت بعدی. اینجا چی بریم؟ اینجا یه نیم دایره بزرگه که دو تا نیم دایره کوچیک ازش کم شده. حالا بچه ها این شکلی حساب کنم، دو تا نیم رو میچسبونم همچین دایره کامل حساب کنم. ببینیم خب مساحت اسه چی؟ اسه دایره. اول نیم دایره نیم هم اینجا میکشیم. چرا به خودم حواسون باشه دایره کامل حساب نکنیم؟ ما اینو دقیقا میداریم که شما باید به سال هفتم رعایت کنیم. من الان ازت نمیخوام که به این مقدار رعایت کنیم، ولی بهتره که بلدش باشی، سال رو به مشکل نخور. خب بچه حالا مساحت نیم دایره بزرگ بچه قطرش چهله، شعاش میشه نصفش، یعنی 20، یعنی 20 ضرب در عدد 2000 چون نیمه تقسیم بر 2 میشه 600. بله حالا نیم دایره ها رو ببینیم، البته یه دایره کامل در نظر میگیره باشون. خب بچه ها این وقتی از اینجا تا اینجا 20 واسه این نیمه کوچیک بدن رو نصف دیگه. بله نصفش میکنم یعنی چی؟ یعنی من اینجا رو میکنم، اینجاش میشه در درسته؟ خب حالا میام یه حساب میکنم، میشه ده زد ده ده زد ده ده میشه سر، میشه سی سر دیگه. دایره کامل نیازی نیست که انجام بدیم. حالا میام این دوتا رو از هم کم میکنیم یا جمع میکنیم؟ کنده شده دوتا دیگه ازش یعنی بله میمونه 300. خب بچه حالا بریم سراغ محیطش. محیطش رو من این وقت حساب من دیگه رو پاک نمیکنم. محیطی که دیگه حساب بر بشه، خب اول محیط این نیم دایره، بعدا محیط این یه دیگه دایره کامل، چون این دیگه نیم نیست دیگه، درسته؟ بله. خب شروع کنیم؟ شروع ببینید بچه ها. خب حالا محیط این دایره بزرگ قطر چنده؟ 40 میشه 40 ضرب در عدد پی میشه 120، چون نیمه تقسیم بر 2 میشه 60. آفرین. حالا بریم سراغ دایره بزرگ بچه ها. از اینجا تا اینجا میشه 20، وقتی کلش 40 باشه نصفش میشه 20. خب از اینجا هم باید 20 ضرب در عدد پی میشه
سر این دوتا رو با هم جمع میکنیم یا کم میکنیم؟ بچه ها مهم به مساحت فرق کنیم، این دوتا باید با هم جمع شد. چرا؟ چون ما در این محیط دو تا دوله شکل رو محاسبه میکنیم. ما هیچ وقت توی محیط از هم کم نمیکنیم، محیط همیشه با هم جمع میکنیم. اون مساحتی که اگه تو شکل سفید باشه کم میشه، اگه رنگی باشه جمع میشه، ولی محیط همیشه باید جمع شه. شانست در آقای شهرانس میشه صد و بیس بله بگه پس این یک با خودشون چهه چهه صد در آقای میترسه من داشتن اینجا هم شده شه بیس در آقای سکشون شهست. خب بچه پس این هم محیط و هم مساحت یه چند تا شکل بگی کچولو سر البته از وقت به این پجمان از در آقای سر هم. خب بچه ها بینیم اسلاید بعدی یا همون برگه بعدی. خب بچه ها اینجا چه شکل این که داریم؟ اینجا بچه ها ما یه دایره داریم، البته یه دونه مستقیم مربع داریم، یه دایره از توش کم شده. بچه ها اینجا فقط مساحت رو باید محاسبه کنیم، نیاز به محاسبه محیط توی این سؤال نیست. خب پس اینجا یه دایره کامل داریم، یه مربع داریم، یه دایره ازش کم شده، پس میشه مساحت مربع و بعد محاسبه مساحت دایره و بعد تفره که این هم از آتون هم توی خونه حلش کنیم. ببینیم سراغه و وسطی، این هم ساده است بچه ها، این هم یه نیم دایره بزرگه که یه نیم دایره کوچیک از ارش کم شده. بعدی بچه بچه ها این شکل ما این قسمتش هم رنگ شده است. خب مساحت کجا واسه اینو حساب کنیم؟ مساحت کجا واسه قسمت رنگ شده دیگه؟ خب اینجا یه دایره است که یه مربع ازش کم شده. مربعه؟ نمیدونم شرط مربع چی بود؟ این که زلهاش با هم برابر بشه. این زلهاش با هم برابر از کجا بدونم؟ من نباید سوال نماله نداده، پس این مربع نیست. سوال چی شده؟ ما داده سوال به ما قدرش رو داده، شکلی که ما قدرش رو داده چیه؟ لوزی بچه ها این مربع نیست. منطقا مربعی که تقریباً لوزیه که تقریبا چه مربع شده، ولی از کشتی این شده ما لوزیه. پس نقطه این سوال اینجا بود، چون برای محاسبه مربع ما نیاز به زل داریم، در اینجا که زلش من به قدرش داده و نتیجه میگیریم لوزیه. بچه ها مساحت لوزی چی بود؟ قطر بزرگ زد در قطر کوچه های قصیم بره دو. خب یک قطر این یکی قطر رو نکن، این یکی قطر یکی میشه دیگه. چرا یکی میشه؟ چون این جفتش قطره دایره ها با هم برابر هم دیگه. خب پس اسم لوزی که تقریبا شبیه مربع هست چی میشه؟ میشه قطر بزرگ زد در قطر کوچه تقسیم بر دو. یه سر بشین این رو سر کنیم؟ نه ساده میکنیم، دو شست جفتشون به دو ساده میشن، دو به دو میشه یک، این به دو میشه سی. خب صورت در صورت سی زد به شست میشه اضافه رو بستد. حالا بچه ها میخوام مساحت دایره رو بسه کنم. مساحت دایره چی رو؟ شعا زد در شعا زد در اینجا که قطره، پس نصفش کنم، نصف شست میشه سی. اگه ببینیم هم قرار این بود که سه در نظر بگیریم. هر وقت بچه بریم امتحانات نهایی یه توی کلاس من باهام همین توی کلاس برامون گفتم که توی امتحانات مدرسه یا نهایی امتحانات خودم هر جایی برای شما میگم که اگر گفتن عدد سه عدد پی رو بدون تقریبی سه در نظر بگیرید که سه در نظر بگیرید، اگر گفته نشه باید صرف مجموع در نظر گرفته بشه به خصوص امتحانات نهایی چون از اون نمره کم میشه. خب نهصد، نهصد در سه میشه دو هزار و هفتصد. خب بچه ها اینا رو اصلا کم کنیم، بله دو هزار و هفتصد رو منهم هزار و هشتصد هم. خب بچه ها ممکنه بعضیتون بگید که خب چرا شما دایره رو منهای لوزی کردید؟ خب به این دلیل
اگر دایره بزرگتر برای روز هفته من روز هستر بشه یا اگر در ترکیبی دایره است و بعد روزی ازش اومده بیم سبب دایره نمیشه بشه. خب میشه میشه رفت را چند میشه نو سر. خب متوجه این تنکه سالم. حالا بریم سراغ قسمت بعدی. محیطش تظام اصلا نمیخواست چون مثلا محیط اینکه بخواد محاصل بشه چون من محیط دور دوری به نرسات کنید یا از کار سخت مثلا محیطش اینجا از شما نمیخواست. خب بچه این دوتایی هم که انجام نشه این دوتایی که یعنی با من انجام نشون از از میخوام که توی خونه این سوال ها رو حل کنید چون میخوام وقت بشم سوال بیشتری در کنار من باشید. خب بچه این سوال هست کامل توی کلاس برای شما صحبت شده رو میشه حل شده با هم البته خودتون حل کردید این سوالات رو های تخت اومدید حل کردید پس ما بریم سوال با سوال هایی که حل نشده. خب این همش حل شده خب بچه ها اینجا چیه؟ اینجا قسمت خب بچه ها بریم سراغ فصل شش که این فصل خیلی ساده ایه. حالا با هم دیگه شروع میکنم فصل شش رجبه چی صحبت میکنم؟ آها رجبه تناسب، رجبه نسبت، رجبه درصد، آفرین دقیقا خیلی ساده پنجم فصل رو خوندیم هیچ سختی نداره یعنی شما اگه سال که پنجم بشین درس رو میخوندیم اگر اینا رو کامل یاد گرفته باشی که الان من حل کنم اگر باید من گرفته باشی اشکال نداره انسان اینجایی که برای تو دوره بکنم این قسمت رو. خب چند تا شو حل کنم با آقای مهمده حل نمیشه از آقا میخوام توی خونه حل کنم مجدد من توی کانال قرار بودم که کدوم سوالات باید حتما حل بشه بعد از یه فرصت کوتاه میگم برای پاسخ سوالات رو میفرستم که چک کنید. خب بچه کسر نسبت تناسب نسبت کسر یعنی چی؟ کسر یعنی که یه صورت یه مخرج مثلا نسبت قد من به قد دوستم یا مثلا نسبت سن من به سن دوستم. خب یا نسبت سن دوستم به سن من. خب شروع کنید با یه سوال با یه مثال میخوان یه مثال ازم شما یا بگید. خب علی نسبت تعداد مورد ببینید بچه ها اولین چیزی که راجع به صحبت میکنه چیه شماست؟ صورت آفرین. دومین چیزی که میده چیه؟ مخرج. بله پس گفته نسبت تعداد مربع بشتن چند مربع دارید؟ یه دو سه چهار چند تا دارید؟ یه دو سه چهار پنج نسبتش میشه چهار بکنم کسرش میشه چهار پنجم سخت بود؟ نه. حالا قسمت بعدی یه دونه دیگه این پایین حل کن اینجا نسبت تعداد مثلث ها سه تا مثلث. پس اولین چیزی که به من میده چیه؟ صورت. دومین چیزی که به من میده چیه؟ مخرج. ها تعداد مثلث ها که پس سه به کل بشه میشمونیم پنج شده دونم چهار پنج سه تا اینجا با هم جمع شد میشه دوازده میشه سه به دوازده یا سه دوازده هم یا ببین قسمت انتهایی پس که داری میخوام الان بهت یادش بدم. ببین صورت و مخرج اگر ما تقسیم بر یه عدد مشترک رو ببین یکی از یه عدد تقسیم بر چند؟ آها سه. بچه اینجا جنیز من یه بدون نمیسم سه تقسیم بر سه میشه یه دوازد تقسیم بر سه میشه چهار. خب پس یعنی یک چهارم با سه دوازد هم برابره. بله پس من الان کسر مساوی هم اینجا یاد گرفتم. خب بچه از اگه میخوام که قسمت های بعدی رو خودتون حل کنیم حالا بریم سراغ سوال بعدی. سوال دو نسبت پول سامان
به امیر دو به سه. خب بنویسیم. خب سام بذار بچه رو مشکل رو بنویسم که کامه متوجه شید. خب سام بگی به امیر. اول سامان داره نه؟ پس اول باید صورت سامان باشه. چنده؟ دو بسه. خب دوباره گفته نسبت به امیر و علی. چنده؟ سه. خب گفته نسبت به سامان و علی چقدره؟ سامان علی. خب نگاه کنید سامان عددش چنده رو مده بچه با؟ بله دو شده درسته؟ علیه رو دشنده؟ بله پنج. خب نسبت چون میشه دو به پنج؟ کاری با عدد امیر نداری که سه شده مشترک هم هست پس نسبتش میشه دو به پنج. بله خب بریم سراغ قسمت بعد. این سوال خیلی خیلی مهمه. چی گفته؟ به ما صفت نسبت داده و نسبت اون رو به ما به صورت کسر داده و از هم خواسته که به صورت عدد صحیح نسبتش رو بنویسیم. خب اولین کاری که میکنیم چی کار میکنیم؟ میگنیم شروع میکنیم نسبت این رو مینویسیم. یعنی چی؟ خب مریم به سارا چنده بچه ها؟ مریم چنده؟ یک دومون. بله سارا چنده؟ سه چهارمون. خب بچه چی کار بکنم؟ دو در دو، نزدیک در نزدیک، فصل دو کتابمون. دو در دو زر میشه نزدیک در نزدیک. یک چهار تا چهار تا دو سه تا شیش تا چون چهار شیش رو. خب حالا بیان ایسه این خواهم مریم به زهرا بنویسم. خب مریم چند بود؟ مریم یک دو بود. زهرا چون این بود؟ زهرا پنج بود. اینجا هم بگن نزدیک نزدیک بگن. بله دو در دو، نزدیک در نزدیک، یک نقطه دو پنجتا دهتا. بچه که دقت کنید من هم عدد مریم رو به دست آوردم، هم عدد سارا، هم عدد زهرا. نسبت کی بود که ننوشتم؟ آها سارا به زهرا مون. پس دیگه از این عدد رو کمک نمیگیرم، من عدد رو حساب کرد. خب خب بچه اینجا میخوام نسبت سارا به زهرا را حساب کنم. سارا به زهرا. خب بچه سارا چند شد؟ شیش. زهرا چند شد؟ ده. پر نسبت این هم میشه شیش ده. راحت به صورت عدد صحیح و عدد کامل به دست اومد. خب بچه حالا بریم سارا به کارگاه شیرینی پذیری که در زبان کلجه صافش کنید. خب بچه میگه در این کارگاه شیرینی پذیری دو شیرینی تهیه شده. خب در شیرینی نوع اول برای دوازده کیلوگرم شیرینی چهار کیلو شکر. نسبتش رو سریع بنویسیم. نسبت شکر رو به کل شیرینی چهار دست. چرا شکر رو به کل شیرینی که نمیشن کن پکسن چیکر رو باره نسبت فرمانی عدد بزرگ پایین پرمان بیده. خب این برای شیرینی نوع اول. برای دوم در چهارده تا شیش تا پس میشه شیش چهارده. این هم نوع
دادم. میگه کدوم شیرین تره؟ خب الان ما باید چیکار کنیم؟ آها، برای که بتونیم تشخیص بدیم کدوم شیرین تره، خانم بگید کدوم بزرگتره، برای که بتونیم تشخیص بدیم کدوم بزرگتره، برای مخرجمون یکی باشه. یکیه؟ نه، بناچاری مخرجمون یکی با بین لوازات وارده چیزی مخرج رو شرکی نیکنیم. پس دوه کتاب منو بهتون توضیح میدم. البته اسم این رو به شما میذارم بینیمی و کنیمی که کجا یاد میگیم سال هفتم کامل یاد شدید، ولی چون تو کلاس بهتون گفتم و متوجه شدید پس این رو هم کار چطوری؟ خب پرازده میشه سه چهار تا چهار میشه. خب پس من هم دوازده رو میمیستم دو شیش دار. چرا؟ چون چهاردن دو هفتم میشه دو دارم توشون. دوازده میشه دو شیشده، چهاردن میشه دو هفته. چیشون مشترکه؟ یه دو بین جفتتون مشترکه. من میام مخرج این رو زد داره عددی که از این مونده میکنم، مخرج این هم زد داره عددی که از این مونده. یعنی چی؟ یعنی دوازده رو زد داره عدد این میکنم، چهارده زد در عدد این میکنم. درسته؟ خب مخرج زد در عدد چه صورت هم زد در همون عدد میشه؟ بله. شیشیش دار، سیشیش دار، شیشا و شیشا و بیس چهار تا دو داریم، شیشیش دار و هم میشه هشت دار. بعدی زد در هفت، چهار هفت دار، بیس و هشت دار، دوازه زد در میشه هشتا رو چهار بچه بچه ها کنون بزرگ داره. بله سی و شیش هشتا چهار. پس نتیجه میگیرم چیرینیه نوع دوم من چیرین تره. خب بچه اینجا از اون میخوام به سوال بعد سوال پنج هست در میمان این سوال چهار برمیشه. من سعی کردم از هر نمونه از دار توی کاربر از هر قسمت کتاب چند تا نمونه برمیم بیارم که دوچار مشکل نشید اگر من یک چهار کنم شما سوال داشته باشید برای حل کردن. خب بچه ها بریم صفحه بعدی. بریم صفحه بعدی. آها بچه ها این یکی از سوالات مهم کتابتونه که اکثر بچه ها میگن یک کوچولو اینو ایراد داریم. البته بچه های این نظام هم که دیگه فکر نمی کنم هیچ ایرادی در این باره داشته باشم. مداد من میخواب کنم کنم جدول هم بیرد یه دیگه برمتون میکشم سر کلاس هم که درمه برمازه خیلی دوست کنم پرس کنیز نیستم و هم برمکش رو بریم. خب سوال شیش میگه یک نقاش برای تحلیل نوعی رنگ سبز. خب من چی دارم؟ رنگ سبز. پس یه ستون جدولم اختصاص میدم به رنگ سبز. آها نه البته رنگ سبز برای تهیه شدن رنگ سبز باید بینی پایین قرار بگیره. چرا؟ چون مخلوط دوتا رنگه. شما ها میدونید دیگه که ما رنگ سبز اصلا نداریم توی رنگ ها باید چند تا رنگ با هم مخلوط کنیم رنگ سبز رو وجود بیاره. میگه خب هر سی که بگرم رنگ آبی. آها خب این سی بگرم رنگ زرد مخلوط میکنم. خب چی خود سازم؟ توی سبز چیزی ننوشتیم، یعنی چیزی از همو فیلن نمیخواه اصلا میتونیم ستونش رو پاک کنیم بری بقا بذاریم باشه. خب میگه اگه 45 کیلوگرم رنگ آب خریده باشه، یعنی جلوی رنگ آبی میذاریم 45. چند کیلوگرم رنگ زرد نیاز داریم؟ بچه ها 30 زرد داره چند شده شده 45؟ نداریم زرد شد. یک 30 تا 30 تا 30 تا 60 تا. پس این چیه؟ روش نمبری کلوچه ما توی کلاب هم ساجرش با من صحبت کرد. البته روش پاکشنه کفش هم بهتون یاد دادم ولی بلا از روش نمبر کلوچه بگیم.
و میشه تو برداره کلیشه چجوریه بچه ها اینجوری من اینها رو میام اینجا نمیسم براتون یا نیدونه جدا براتون نمیسم که اینجا انجام خب پرمیشه نون برداره کلیشه ما یه نون برداریم و این نون برداریم اون دو طرف که دقیقا رو داریم هم قرار دارم داریم این نون برداریمه نون برداریه این الانه که اینجا تک میونه کلوچه هست خب چجوری رو قد کنیم؟ میان الان توی نون برداری رو در هم ضرب میکنم تقسیم برای کلوچه میکنیم تقسیم برای کلوچه به چنده؟ سی خب حالا من اینو یه سر ضرب کنم؟ نه من میام از ساده کردن کمک میگیرم پس چی شد؟ اعداد کلوچه در هم زد اعداد تون در بری در هم زد چون تقسیم برای کلوچه خب من میتونم 20 و 30 جفتشون به یه درد ساده کنم این به در میشه 3 این به در میشه 1 مجدد 45 و 3 رو میتونم به یه 3 ساده کنم این به 3 میشه 1 این به 3 میشه 15 چیز دیگه این بود؟ نه صورت بر صورت 15 تا چیز دیگه؟ البته بچه ها اینجا دو ازش مون که این دو رو ما یک نوشیم اینجا دو ازش مون پس نتیجه میگم که اینجا حالا من اینو خط میزنم نتیجه میگم باید دو رو در مزازر کنم میشه سی آها پس یعنی اگه چه بکنم که رو رنگ آبا داشته باشم سی که رو رنگ زد عدد هم منطقی نه چون قرار بودی بود که رنگ زرد از رنگ آبی کمتر باشه خب حالا قسمت بعدی سوال چی گفته؟ میگه حالا 34 کیلوگرم رنگ زرد خب یه رنگ خوشنگ کنیم رنگ زرد جلوی رنگ زرد می نویسم 34 بچه ها با این ستون وسط کار دارم؟ نه کار ندارم پس من میگم این ستون وسط ها اینجا براتون هرزه کنم ستونه وسط ستونه اول و آخر براتون میکشم چرا؟ چون ستونه اول مربوط به قسمت اول سال رو حل شده تمام خب سی بیست رو می نمیسم سی و چهار رو در من جلوه بیست خب بچه ها اینجا بیست تا چند شده شده سی و چهار نداریم یک بیست تا بیست تا دو بیست تا چهل تا روش نون برداری کلوچه خب از یه نداری کمک بگیریم خب بچه ها چه جوری بود؟ یعنی این عدد عدد توی نون برداری با هم ضرب میشن تقسیم برای عدد کلوچه خب بچه ها یه سر نمیشون رو زرد کنم نه روش ساده کردن که از تو پنجم یاد گرفتی اول سال برات کامل مرور کردم توی فصل دوم روش با صحبت کردم باید ساده کنی حتما نه من پاسخ به این سوالا که به هیچ عنوان بدون ساده کردم از اون قبول نمیکنم خب این و این جفتشون بدن میشن این میشه دو این میشه سه سی و چهار دونه به هم ساده میشن بعد چند آها این میشه هیلده میشه یک خب صورت در صورت سه هیلده تا پنجاه و یک پس جواب اینم در میاد پنجاه و یک خب این ستون آخر به چه کردیم کنیم؟ این ستون آخر همون مجموع ماست میان حساب کنم سی و بیست میشه پنجاه هفتاد و پنج این هم میشه هشتاد و پنج بله مجموعه یعنی مجموع ستون ماست خب بچه ها امیدوارم که اینو کامل متوجه شده باشید تا من اینجا کافیه من برای اون تمرینات و مجدد توی کانال قرار میدم و پاسخشون رو بعد یه مدت کوتاهی براتون میفرستم مراقب خودتون خیلی خیلی باشید مراقب خانواده باشید مجدد تشکر میکنم از مدیریت محترم آموزشگاه امپژمان جناب آقای دکتر ببخشید جناب آقای مهندس کجرداری و همچنین پای اداری آموزشگاه خدا نگهدار دوستتون دارم خداحافظ